نبودی در جان امکانه گفت کی توانستی گل معنا شکفت. همینم عزیزی که بیریم به نیویورک در این منزل به همراه آقای سپر خسروی و دیداری داشته باشیم با سکه خانم دکتر ساناز آریا دانش آموخته مسکو روسیه. درود بر شما خانم آریای عزیز. درود بر شما جناب میبادی عزیز و درود بر همه هموطنان گرامی. سال نو میلادی رو به همه عزیزانم تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از خبرهای خوب، موفقیت و سلامتی داشته باشه. امیدوارم. راستی نگاه میکردم دیدم که در روسیه، در مسکو به ویژالا، اشارم به مسکوه، مراسم جشنهای کریسمس یا جشنهای میلاد مثل اروپا و آمریکا برگزار نمیشه، خیلی کمرنگ تره. چیه؟ به خاطر بی‌اعتقادیه؟ یعنی این اثرات دوره حکومت اتحاد شوروی کمونیستا یا نه از قدیم؟ نه در قدیم و ندیم که من گزارش هایی که داریم از دوره تزارها خیلی مفصلتر برگزار میشد. بریم سکا خانم دکتر آریا چی میگن؟ می‌کنن بر اساس مذهب ارتودکس کریسمس در واقع 6 جنوریه، ولی در مذهب کاتولیک 25 دسامبره. و خب اونجایی که روسام زیاد آدم مذهبی نیستن و خب دوران کمونیست هم دوران بیدینی بوده، بنابراین کریسمس یکی از روزهای مهم و جشن بگیرن نیستش. در واقع یکی از روزه در تقویمشون تعطیله، ولی آخرین روز تعطیلات روز کریسمس روز کاریه. من خودم یادم میاد یکی از امتحانه مهم دانش من دقیقا روز بعد از کریسمس بود. منتها سال نو رو با شکوه فراوان جشن میگیرن، تمام شهر چراغونی میشه، درخت کاج وجود داره و خب روسا بابا نوئل ندارن، منتها اونا شخصیتی شبیه بابا نوئل دارن به نام دد ماروز که همون روز اول جنوری در واقع شب سال نو میاد و هدیه میاره و پای درخت میذاره. یعنی در واقع تمام مراسم درخت کریسمس و دد ماروز و کادو همه اینا رو دارم، ولی به جای کریسمس روز شب سال نو برگزار میکنم و در واقع جشن اصلیشون اون روزه. و در روز کریسمس هم فقط اگر یه عده‌ای برای روشن کردن شمع و یه دعای کوچیکی برن کلیسا، منتها اصلا روز مهمی براشون نیستش. خانم دوستانی، در دوره استیلای کمونیستا در روسیه خب هم زنها شاغل بودن هم مردها، یعنی علل اصول خانواده به مفهوم امروز هیچ معنایی نداشت، حتی بچه ها، یعنی از روزی که بچه متولد می شد در واقع سایه حزب کمونیست بر سرش بود و یه نوع وابستگی بود بین کودک و دولت اتحاد جماهیر شوروی. خب زنها به شیوه خاصی زندگی می کردن، مستقل. میخوام ببینم که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی امروز روز رفتار با خانم ها از چه قراره؟ به سیاق همون گذشته است یا اینکه نه از زمان به اصطلاح فروپاشی دیوار برلن و ریزش اتحاد شوروی دوباره زنها به همون سنت های دیرین برگشتن؟ خب میدونین جالبه که بگم یکی از مهمترین روزها در تقویم روسیه روز زنه، تعطیل عمومیه و در واقع اون هفته که روز زن هست تقریبا یه هفته جشن گرفته میشه به خاطر روز زن. و میتونم بگم به اندازه سال نوشون یکی از مراسم مهمشونه که جشن میگیرن و همه جا گل میدن به خانوما، همه رستوران ها کافا مراسم خاص و ویژه‌ای دارن برای این روز. و از کجا این همه این تاریخ ارزش زنها شروع شده؟ در سال 1917 در روز جهانی زن، در واقع هم 8 مارس، تظاهراتی در سن پترزبورگ صورت گرفت که خانم‌ها شرکت کرده بودن و برای صلح و نان و پایان دادن به دوران جنگ جهانی اول، پایان دادن به کمبود مواد غذایی و پایان دادن به حکومت استبدادی اعتراض کردن و در واقع اولین جرقه های انقلاب بودش که حتی لئون تورسکی هم در کتاب خود نوشته که ما هیچگاه تصور نمی‌کردیم که روز زن انقلاب برپا کنه. برای همین از چند سال از بعد از اون روز زن بسیار روز مهمی شد و به شخص برای منی که از کشور مثل ایران که منو به عنوان شهروند دوم میشناسن و بر طبق دستورات اسلام و تمام قوانین اسلامی من در درجه دوم قرار دارم نسبت به یک مرد،
خب واقعا من احساس کردم که چقدر ارزش من و چقدر احترامی که من به عنوان یه خانم در روسیه گذاشته میشه بالاست و چقدر به خانوم ها کلا احترام گذاشته میشه. و توی آماری که گرفته بوده رویترز در مقاله که نوشته بوده 45% لیدرهای بزرگ در روسیه خانوم هستن. میدونیم که دیرکتور کانال در واقع آژانس خبری ریا نوستی که بزرگترین آژانس خبری خانم سویتلانا میریونوکه و همطور راشا تودی که یکی از کانال‌های بین‌المللی روسیه به چند زبان دنیا داره، یکی از بنیانگذاراش و الان دیرکتورش خانم مارگاریتا سیمونیونه. خیلی از لیدرهای بانک‌های بانک اسبربانک و بانک‌های معروف دیگه، کمپانی‌های نفتی، همه خانم‌ها هستن و کشور روسیه در صدر جدول قرار داره که خانم‌ها بیشترین پوزیشن‌ها رو کاریو دارن. ولی متاسفانه روسا باورن که خانم‌ها در زمینه سیاسی خیلی خوب نیستن و فقط 13% از مجلس دوما رو خانم‌ها تشکیل میدن. ولی در کل دیدشون نسبت به خانم‌ها بسیار خوبه، احترام خیلی زیادی برای خانم‌ها قائل هستن و تا حدودی شاید خانم‌ها رو برتر میدونن. مثلا موضوع جالبی که هست، به خانمه پیر خیلی احترام میذارن. بابوشکا به کسانی گفته میشه که در واقع مادر بزرگ ها نامیده میشن. که وقتی این خانم وارد مترو میشن همه باید حتما باید بلندشن که جایشون رو به این خانم بدن، وگرنه یک اهانته. و یا اگر در صف این خانم ها هستن همه میرن کنار که این خانم ها اول برن در صف قرار بگیرن. و به نظر من این کار جالب و خوبیه که همچین احترام قائلن. منتها از اون طرف هم میدونیم که آمارها نشون میده که درصد خشونت خانگی علیه خانم‌ها خیلی بالاست و در قانونی که پارسال فوریه دولت پوتین تصویب کرد که قانونی خیلی پرسرصدا بود با اعتراضات زیادی روبرو شد، در واقع جرم برای خشونت داخلی کاهش داد. اگه خشونت‌های خانگی باعث شکستگی نشه و فقط یک بار در سال اتفاق بیفته هیچ مجازاتی درش برای اون وجود نخواهد داشت و اگر مجازاتی باشه فقط حدود $500 و 10 تا 15 روز زندان، که این با اعتراضات خیلی زیادی روبرو شد. و همین چند هفته پیش یکی از فعالان حقوق بشر گفت این یکی از بزرگترین اشتباهات دولت بود. منتها میگم روسیه کشور خیلی بزرگیه و خشونت علیه خانوما به نظر من ربطی به فرهنگ، ربطی به ملیت نداره. این یک موضوع روانیه که تو هر کشوری تو هر قشری میتونه اتفاق بیفته و متاسفانه طبق آمارها تو روسیه بسیار زیاده. ولی من به شخص توی مسکو یا تو شهرهای دیگه که سفر کردم به جز احترام و اون محبت، اون احترامی که به خانم داشتن چیزی ندیدم. سانوز جان، این خشونت خانگی که اشاره کردی بیشتر به خاطر استفاده بیش از حد مشروبات الکلی نیست به ویژه ودکا که خیلی رایجه در؟ دقیقا درست میفرمایید. بیشتر این گزارشات که از این خشونت خانگی شده در واقع در مرحله بوده که اون شخص در حد مستی بوده و وجود الکل در خون اون بیشتر از درصد عادی گزارش شده و بر همین قانون هایی هم به وجود اومده که از ساعت 10 شب به بعد اجازه خرید الکلی با یه درصد بیشتر رو ندارن و سن خرید مشروبات الکلی افزایش یافته. و خب خیلی قانون‌ها اینطوری به وجود اومد که مانع بشه نه تنها خشونت خانگی، خشونتایی که در سطح جامعه اتفاق میفته کمتر بشه. خب سناز عزیز، ما در سال آستانه سال 2019 یعنی ورود کردیم به سال 2019. خیلی ها معتقدن که سال پرتلاطمی خواهد بود، خیلی ها برای این باورن که سال سختی است. سال 2018 هم سالی بود که ما کماکان داریم تداوم حوادثی رو که در این سال رخ داد در سال 2019 هم احساس میکنیم، دست کم در این هفته های نخستش. بخوام ببینم که سال 2018 رو چگونه دیدید، سال 2019 رو وقتی بهش نگاه میکنید ببینید در رابطه با ایران، چون میدونم شما در رابطه با ایران بسیار فعالید، از فعالان هم حقوق بشر هم فعالان سیاسی. به من بگید که چگونه میبینید؟ به باور من سال 2019 سال تغییرات اساسی در ایران خواهد بود.
اگر نگاهی به سال گذشته و سالهای پیش داشته باشیم، میبینیم که چقدر اعتراضات و اعتصابات خیابانی زیاد شده. اعتراضات کارگران، کامیونداران، دانشجوان، معلمان. و این نشونه اینه که مردم یه ساکت نمیمونن. و البته متاسفانه اینقدر دشواری و سختی زیاد که دیگه مردم چیزی برای از دست دادن ندارن. بنابراین به خیابون میان، صدای اعتراضشون به گوش سران کشور و به گوش دنیا میرسونن. و این شجاعت و اتحاد باعث ایجاد ترس در سران حکومت شده و میبینین که هر روز شبکه بیشتر ماهواره پارازیت روشم انداخته میشه، کانال های اینترنت بیشتر فیلتر میشه، شبکه های اجتماعی بیشتری فیلتر میشه و اینا همه نشونه اینه که جمهوری اسلامی اعتماد به نفس خودشو از دست داده. زندان هامون هر روز بیشتر از زندان های سیاسی پر میشه و اینا همه نشونه ایجاد ترسه. و از طرف دیگه میدونیم محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی خیلی افزایش یافته. تو تمام اعتراضات یکی از شعارهای اصلی جاوید شاه یا صدا زدن اسم شاهزاده پهلویه. تو تمام پیام‌هایی که به فرشگرد میفرستن، تو تمام دیوار نویسی ها، تو تمام اعلامیه ها همیشه عکس یا اسم شاهزاده رضا پهلوی وجود داره و مردم خواستار بازگشت شاهزاده هستن و این محبوبیت خاندان پهلوی در واقع خاری به چشم جمهوری اسلامی و اون اسلامی که آخوندها فقط صرف پرکرن جیپاشون به وجود آوردن. و میبینین که علناً رژیم جمهوری اسلامی یک پروپاگاندای را انداخته در بین شبکه‌های خبری خارج از ایران و گروه اصلاح طلبان که علناً حرف شاهزاده رو تحریف میکنن، ولی خوشبختانه مردم که آگاه شدن و هیچ اعتنایی به این جور پراکنی ها ندارن. و خب همه اینا نشونه اینه که جمهوری اسلامی دیگه زمان و روزهای آخر خوشو داره سفری میکنه. اتحاد روز به روز بیشتر میشه و اعتراضات بیشتر میشه. و از طرف دیگه هم میبینیم که در حال حاضر رئیس جمهور امریکا فردی مثل پرزیدنت ترامپه. برخلاف اوباما، پرزیدنت ترامپ صدای اعتراضات مردم میشنوه، از مردم ایران حمایت میکنه و میدونه مردم ایران با حکومت جمهوری اسلامی متفاوت هستن. گروه اقدامی که توسط برایان هوک، معاون وزیر امور خارجه امریکا مارک پامپو تشکیل شده، در واقع فقط صرف حمایت از مردم ایرانه و به باور من تا حالا هیچ کشوری همچین اقدامی انجام نداده بود. و اینکه نگاه دنیا به مردم ایران و به جمهوری اسلامی عوض شده، خب اینا همه نشونه خیلی خوبیه که مردم صدای که دنیا صدای مردم ایرانو میشنون و صدای اعتراضاتشون و صدای ظلمیه که این رژیم دیکتاتوری به مردم داره میکنه. در مسلما تغییرات زیادی در سال 2019 رو خواهد داد که به نفع ایران خواهد بود، یعنی در واقع به نفع مردم ایران. پس خیلی امیدوارید به سال 2019. آره؟ خیلی امیدوارید. نگران این نیستید که ترامپ به عنوان یک بازرگان وارد معامله شد جمهوری اسلامی، اگه حتی اگه وارد شد فکر میکنید که اثری داشته باشه در بهبود حال حکومت در ایران؟ میدونیم من الان سالیان من شب به اصلاحات این اصلاحات باور نشم. من نمیتونم بگم که این جمهوری اسلامی اصلاح خواهد شد. در واقع تا چندین سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که روزی این رژیم جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. ولی همون زمان شبکه‌های ماهواره شروع به کار کردن و گروه اپوزیسیون در شبکه‌های ماهواره حضور پیدا کردن و از جنایات رژیم پرده برداشتن. این کانال‌های ماهواره‌ای طرفدارشون و بیننده‌اش روز به روز بیشتر شد. در همون زمان خاتمی کاندیدات شد و اولین موج اصلاحات شروع شد و رژیم شروع کرد با ایجاد ترس که بین بد و بدتر احمدی نژاد و میرحسین رو کاندیدا کرد و مردم رو کشون به پای صندوق‌های رای تا فقط زمان بیشتر برای خودش بخرن. من هیچ وقت در انتخابات شرکت نکردم، بلکه به باور من شرکت در انتخابات انتخاب بین بد و بدتر نیست، تایید رژیم جنایتکار جمهوری اسلامیه و دادن وقت بیشتر به اینهاست. و الان هم میبینین که هنوز از این شیوه استفاده میکنن و مردم میترسن که خب بعد از براندازی در دوران گذار چه اتفاق خواهد افتاد، ما تبدیل به سوریه میشیم. در حالی که نه، اینا فقط ایجاد ترسه. میبینین که الان یه اتحادی بین براندازان به وجود اومده، کسی نمیگه که من جمهوری خواهم یا مشروطه خواهم،
این خیلی مهمه. بنا اینکه الان ما هدفمون براندازی جمهوری اسلامی و اینکه شیوه حکومت بعد از این براندازی به چه صورت باشه 100% با رأی مردم و توسط مجلس مؤسسان برگزار خواهد شد و تصمیم گرفته خواهد شد و مردم آگاه‌تر شدن که به قول معروف گول این فریبای رژیم رو نمیخورن، کاری به تبلیغات سلبریتی‌ها برای شرکت در انتخابات ندارن و امیدوارم که واقعا انتخابات بعدی وجود نداشته باشه و اگر وجود داره که مردم حضور میلیونی نداشته باشه. دوستان شما یکی از اعضای فرش کردید، هیچ تصمیمی نداره فرش کرد این گروه 40 نفره که دیدار مشترک به هم داشته باشه، کنفرانس مشترک در گوشه از دنیا، تلاشه در این زمینه شده نشده، برنامه دارید نداری؟ خب ما که از فرشکن مرتب با هم در ارتباط هستیم، تقریبا هفتگی یا حالا هر دو هفته یه بار یا بیشتر جلساتی داریم با یک دیگه، حالا چون که نصف اعضا در اروپا هستن، نصف دیگر اعضا در امریکا یا کانادا، بنابراین حضور اینکه بخوایم هممون در یک جا حضور داشته باشیم یکم مشکل ایجاد میکنه، ولی از طریق ویدیو و تماس تلفنی مرتب جلسات رو برگزار میکنیم و آخرین بار 26 اکتبر بود که در اون برنامه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی هم حضور داشتن با اعضای فرشکه جلسه داشتن. اکثر اعضا از کانادا و امریکا شرکت کرده بودن، از اروپا هم چند نفر اومده بودن و خب اون اولین جلسه رسمی بود که از رسانه هم اعلام شد و پخش شد. منتها به غیر از این که حالا ماهایی که در امریکا هستیم خب برام راحت‌تر همدیگر می‌بینیم یا کسایی که در کانادا هستن، ولی بین امریکا و اروپا یک کمی سخت حضوری همدیگر ببینیم. منتها همیشه جلساتمون مرتب در تشکیل شدن و صحبت و برنامه ریزی و گزارش فعالیتمون هستیم. هیچ آماری داریم دقیقا که چه تعداد در اروپا هستن چه تعداد در آمریکا و کانادا داری؟ آماری؟ اگه اشتباه نکنم 40% اعضا در اروپا هستن و 60% در امریکا و کانادا ساکن هستن. او 60% اینجا هستن؟ 40% در؟ بله، تعداد بیشتری در امریکا و کانادا هستن تا اروپا. البته اروپا میگم در اسرائیل هم هستن، من فقط حالا اروپا رو نمیشه گفت، ولی تعداد اعضا در امریکا و کانادا بیشتر از اروپا بیشتر. خب یکی از هشتگ‌های معروف این میدان میلیونیست، میخوام ببینم که یه بار شما گفتید تعداد هواداران میدان میلیونی رو به حرکت تصاعدی داشته، یعنی در ایران جوانها دارن برای چنین روزی خودشون رو آماده میکنن، این درسته این ادعا یا نه؟ کاملا درسته. میدین انقدر تعداد جوانهایی که در حمایت از میدان میلیونی کمپین های خودشون رو تشکیل دادن، گروه خودشون رو تشکیل دادن، بر ما ویدیو میفرستن، بر ما فیلم میگیرن، زمانی که دارن شعار نویسی میکنن، از زمانی که دارن اعلامیه رو پخش میکنن و این کمپین میلیونی پروژه اصلی فرشگرده و واقعا ایده میدان میلیونی چه این ایده نیست که ما از خودمون به وجود آورده باشیم. با مطالعه بررسی انقلاب هایی که در کشورهای دیگه مثل مصر، اوکراین، تونس اتفاق افتاد، همه اونها از این طریق جاشا که میلیون ها نفر با هم متحد شدن در میدون اصلی نشستن و اونقدر اونجا صبر کردن، اونقدر اعتراض خودشون اعلام کردن که بالاخره حتی اون قدرتمندترین دیکتاتورها هم سرکوب شدن و سقوط کردن و ما مطمئنیم که چنین کمپینی در ایران هم پاسخ خواهد داد و تمام اعتراضات و اعتصابات در واقع شاخه های فرعی هستن که در اون روز موعود همه در میدان میلیونی به هم خواهند رسید و در راستای میدان میلیونی ما در حال رایزنی با ارتش و افراد ارتشی و سپاه هستیم تا اونها و خیلی از اونها میدونه در حال حاضر از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، از گروه فرشگر حمایت میکنن، ولی خب به خاطر کارشون نمیتونن علنا استعفا بدن و خب به هر حال راه درآمدشونه و مطمئنیم که در روز میدان میلیونی نه تنها نظامیان و سپاهیان در صفوف مردم هستن، حتی اونایی هم که نیستن هرگز بر روی مردم آتیش نمیگوشنن، من که میدونن از خانوادش اونجا هستن و روز به روز حمایت از میدان میلیون داره بیشتر میشه در تمام شبکه اجتماعی. هشتگ میدان میلیونی، استفاده از این هشتگ میدان میلیونی به صورت تصاعدی داره بالا میره
و هر کانال یا هر شبکه اجتماعی، توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، همه دارن در مورد میدان میلیون صحبت میکنن و این نشونه خیلی خوبیه. دقیقا چیزی که ایران احتیاج داره، اتحاد میلیونی برای سرنگونی رژیم. سامس جان، این پرشکر از یه جایی شروع کرده، تو کجا میخواد پیش بره؟ یعنی نقطه پایان، خط پایان کجاست؟ یعنی مأموریت اصلی فرشکت براندازی جمهوری اسلامی، منتها بعد از اون هم فرشکت برنامه داره. اینطوری نیستش که ما مردم رو رها کنیم. در واقع فرشکت در اون دوران گذر دیدبان جامعه خواهد بود تا این دستاوردی که مردم به دست آوردن به یه قدرتی محدود نشه و نظارت میکنیم تا مجلس مؤسسان تشکیل شه و همطور که در بیانیه‌مون گفتی به حضور شاهزاده رضا پهلوی باور داریم. در اون دوران گذر میدونیم که وجود ایشون ضروری خواهد بود و فرشگرد هم از این دستوری که به دست اومده نگهداری میکنه تا شیوه حکومت بعدی تشکیل بشه و بدونیم که همه چیز سر سامون گرفته. اینطوری نیستش که برنامه نداشته باشی، ندونیم در موقع دوران گذر چی میشه. نه، ما برنامه‌ای داریم که دونه دونه از رسانه ها اعلام خواهیم کرد و مطمئناً دوران گذر هم به خوبی سپری خواهد شد و حکومت بعدی تشکیل خواهد شد، حالا چه جمهوری چه پادشاهی، و فرشگرد هم حمایت میکنه از فعالیت‌ها در اون زمان و در واقع پاسداری میکنه، دیدبان جامعه خواهد بود تا این دستاورد به ثمر و نتیجه برسه. بنابراین فرشگرد برای خودش نقش نظارتی قائل، یعنی ناظر هست، نه این نقش اجرایی. قرار نیست خودش رأساً مثلا کار براندازی رو انجام بده، اما مشوق این کار در ضمن ناظره. بله، اینه دیگه، نیست؟ میدونی براندازی که خب من گفتم مطمئنم من در اون روز موعود در میدان میلیون در کنار هموطنانم هم حضور خواهم داشت و میدونم بقیه اعضام همین کار رو خواهند کرد و هدف اصلی ما، برنامه اصلی فرشگرد براندازی جمهوری اسلامی و این کمپین میدان میلیونی، ولی بعد از اونم مردم رو رها نمی کنیم. میدونین که همیشه بعد هر انقلاب یه هرج و مرج، در اون دوران گذر سخت ترین دورانه که هرج و مرج میشه، نگرانی که این حکومت به دست یه دیکتاتور دیگه بیفته. خب فرشگرد در اون زمان برنامه داره و مراقبت میکنه، مراقبت حالا شاید نه، دیدبانه و از این نتیجه که به دست آوردیم حفاظت میکنه تا حکومت اصلی تشکیل بشه و ما باور داریم که شاهزاده رضا پهلوی نقش اصلی در اون دوران گذر خواهند داشت و ایشون هم خواهد بود هرچی مردم رای بدن. آخرین باری که با شاهزاده رضا پهلوی دیدار داشتید چه تعداد از فرشگردی ها آمده بودن؟ آخرین بار که من هم حضور داشتم همون برنامه واشنگتن دی سی بود که در اواخر اکتبر بود، تقریبا تمام اعضا از امریکا، کانادا شرکت کرده بودن و حتی یکی دو نفر هم از اروپا. بنابراین تعداد زیادی بودیم. فکرم عکساش هم پخش شده در رسانه ها، شبکه های اجتماعی، تعداد زیادی. تقریبا تمام اعضایی که در امریکا و کانادا بودن حضور داشتن. حضور داشتن. تذکر میکنم سناز عزیز بابت حضور در برنامه دکتر سناز آریا. تا دیدار دیگر، گفتگوی امیدوارم دیگه در برنامه آینده بتونیم جمعی از هموندان فرشگرد رو داشته باشیم و حتی دیگر گروه ها، ببینیم اونا چی فکر میکنن راجع به فرشگرد، فرشگردی ها چی میگن، منتقدین فرشگرد. به نظر میسید صدای منتقدین داره آرامتر میشه، نیست؟ قبلا خیلی فورانی شده بود، آرامتر شده، نیست؟ درسته، اون اول خیلی صدای مخالفان زیاد بود ولی الان هرچی که نه نه، واقعا ما اومدیم برای براندازی، هیچ هدف دیگه ای نداریم و میبینن که چقدر حمایت ها زیاد، میبینن که حمایت شاهزاده رو داریم. این صدای، این موج اعتراضات کمتر شده، بنکه که ما باور کردن هدف ما براندازی جمهوری اسلامیه. در فرشگر هم جمهوری خواه داریم هم مشروط خواه داریم ولی کسی در این مورد بحث با یک دیگه نمی کنه، بلکه هدف اصلیمون کمپین میدان میلیونی و براندازی فرقه تبهکاره. و خب وقتی این حمایت رو می بینن، وقتی این فعالیت های ما رو می بینن، مصمم بودن ما رو می بینن، خب
دیگه چاره ای ندارم برای چی اعتراض به چی بکنم، مخالفت با چی کنم. اگه مخالفت کنم پس اونا مخالف براندازه جمهوری اسلامی هم در واقع. بنابراین بیشتر حمایت ها فقط بیشتر شد و مخالفت ها بیشتر. سلام جان، پس فرشگردی ها علل اصول همه چیز رو، یعنی انتقام نظام آینده رو به مردم واگذار میکنن. این که دائما گفته میشه شاهزاده رضا پهلوی نه به عنوان پادشاه، به عنوان نمادی که بعدن قرار اگه مردم تصمیم بگیرن یا رو به عنوان پادشاه انتخاب میکنن یا به عنوان رئیس جمهور، اینه دیگه نیست؟ دقیقا همینطوره. ما به هیچ وجه تعیین کننده یا حکومت بعد از براندازی نیستیم. ما تابع رأی مردم هستیم، هر چی مردم رأی بدن، چه جمهوری بخوان چه پادشاهی بخوان. و شاهزاده رضا پهلوی همونطور که خودشون میگن، ما نه ایشون در نقش رئیس جمهور آینده، نه در نقش پادشاه آینده ایران میبینی. این هم تمام اینا توسط مردم تصمیم گیره، مردم ها تصمیم میگیره. خب اینه، جمهوری خواهانی که در فرش کردن خودشون کاندیدایی ندارن، یعنی در این زمینه به توافق رسیدید؟ فکر کنم اینا مسئله که بهتر خودم از جمهوری خواه در مورد صحبت کنن. میگم ما زیاد در مورد، ما تقریبا هیچ وقت در مورد موضوعات جمهوری خواه یا پادشاهی بحث نمیدن. بحث ما حول محور براندازیه و تمام برنامه و فعالیت همون در مورد تا اینکه حکومت بعد از براندازی. نیویورک دکتر سناز آریا میانان هم تشکر میکنم از حضور شما، تا دیدار دیگر. سپاسگزارم. خدا نگهدار.